بهار تلویزیون دی والی او پیوستون رښتینی غږ. نبودید برای صحبت ولی متشکرم. آریانا سعید خواننده و ترانه‌سرا از آمستردام همراه ماست. خانم سعید خیلی خوش آمدید. صحبت های ما رو با خانم کریمی دیدید، این روایت فرار کردن و روایت گریختن از سلطه طالبان روایت آشنایی برای زنهای افغان هست. سالیان سال تحت این سایه زندگی کردن، 20 سالی بود که این کابوس به نظر می آمد که کمی کم رنگتر شده. ویدیوهای بسیار تکاندهنده ای از شما به دستمون رسیده، ولی حالا اونها رو با هم خواهیم دید. ولی اولین در واقع سوال به من بگید که اون سه روزی که مخفی شده بودید چه حس و حالی داشتید با توجه به اینکه چهره شناخته شده هستید و یقینا که برای شما بسیار خطرناک بود؟ کجا پنهان شدید؟ چطور تونستید خودتون رو مخفی کنید؟ سلام بر شما، تشکر. واقعا دو سه روزی که ما در حالت فرار کردن از افغانستان بودیم، از دو روز فوق العاده وحشتناک برای شخص خود ما بوده و شاید این تجربه که ما ازش تیر شدم تمام زندگی با من بمانه. بسیار ترسناک بود احساس از این که طالب در چند متری ما در داخل کابل موجود هستند و هر دقیقه میتونن که به ما دسترسی پیدا کنن و ما رو بگیرن و یا بکشن و یک چیزه. واقعا ما شخص خودم از مرگ ترس ندارم، در انترویوی گذشته خودم گفتم، ولی ما ترس از این داشتم که مرا زنده بگیرن و مثل که فرخنده را مثلا در روی سرک در دادن، زدن اشلت و کوبش کردن در پیش روی کمره. ما از این چیزا زیادتر میترسیدم و واقعا دو روز فوق العاده وحشتناک تیر کردم، ولی خوشبخت هستم از این که زنده از افغانستان بیرون برآمدم. منتها قلبم و روح و روانم هنوزم در افغانستان با میلیون ها زن دیگه است که اونا هیچ جای بر رفتن ندارن. بسیار خوب خانم سعید، اجازه بدید اون فیلمی رو که شما از به حال لحظاتی که در تلاش بودید برای خروج از افغانستان که برای ما فرستادید رو ببینیم. برگردیم خدمت شما برای ادامه گفتگو. خانم سعید، این لحظه چه لحظه‌ای بود؟ می‌بینم که در فیلم ازش به عنوان معجزه یاد کردید. I'm sorry. خواهش می‌کنم. نمی‌دونم لحظه‌ای که بیرون برآمدید واقعاً مثل که اونجا گفتم برای شخص خودم مثل یک معجزه بود، چون شب گذشتهش ما کاملاً قبول کرده بودم که ما از افغانستان نمیتونیم برایم. در حالتی که قرار داشتیم، در وحشتی که قرار داشتیم که در بیرون میدونستیم که چک پوینت های طالبان و اگر از خانم برایم در طول راه تا میدان هوایی خطرناکترینش بر ما بود که میتونست ما را استاک کنه در راه موتر ما را، و من زیاد میترسیدم که من خب زیر حجاب شاید پت باشم، ولی فکر میکردم که شاید نامزاد مرا، منجر مرا اونا بشناسن و ما رو بگیرن. واقعا ناامید بودم، کاملا ناامید. و ای که او شب یک معجزه شد پر ما اونجا برامدیم، برای ما نمیفهمم چی بگویم. یک زندگی نو فکر میکنم که برای ما خداوند بخشید. به خصوص که اشاره کردید که به هر حال نگران بودید اونجوری که فرخنده رو به هر حال حمله کردن، بهش آزار دادن، سوزوندنش.
تصور یک همچین وضعیتی بسیار تلخه، به خصوص برای شما که به عنوان اولین هنرپیشه و هنر خواننده افغانستانی در استادیو می رفتید و آهنگ اجرا کردید که پیش از اون طالبان آدم توش اعدام می کرد، و دوباره به نظر می رسه که این کابوس رو بهش برگشتید. الان برای ما توضیح بدید این تصاویری که داریم می بینیم تصاویر داخل هواپیماست، بله؟ دقیقاً داخل هواپیمای نظامی امریکایی است که C-17 نامش است، و در هواپیما خوشبختانه که ما موشب بالاخره تانستیم در گیت که پایگاه نظامی امریکایی است خود برسانیم با بسیار مشکلات، و بعد از داخل شدن با او گیت نظامی های امریکایی ما را با این هواپیما به طرف دوحه پرواز دادن و بعدن و کشور عراق، و بعد از او از اونجا ما را واشنگتن دی سی بردن. الان وضعیت رو شما چطور میبینید خانم سعید؟ شما خودتون در کابل بودید، تمام این اتفاقات در ظرف چند روز افتاد. فکر میکنید به عنوان کسی که شهروند افغانستان هستید، به عنوان کسی که به هر حال دلتون با این کشور هست، چرا این اتفاق افتاد؟ کشورهای خارجی چه نقشی داشتن؟ آمریکایی ها چه نقشی داشتند؟ داخلی ها، آقای غنی، کسانی که به هر حال دستن در کار بودند، شما کیو مقصر میدونید؟ فکر میکنید هر کدوم چقدر مقصر بودند؟ من همه ایشان رو مقصر میدونم. حتی مملکت های مثل امریکا و مثل انگلند و مثل مملکت هایی که 20 سال پیش در افغانستان رفتم و اونا گفتن که ما افغانستان به دلیل از این میریم که ما القاعده و طالبان را از بین ببریم، ولی متاسفانه بعد از 20 سال در افغانستان، بعد از مصرف کردن میلیون ها دلار در افغانستان، تمام جان عسکرایی که در اونجا از بین رفت، بالاخره ما دوباره به اون نقطه رسیدیم که 20 سال پیش بودیم. و ما تو فکر میکنم که کدام بازی و یا گیم است که به داخل افغانستان یک گیم پولیتیکل و یا سیاسی جریان دارد که از خاطر از این موضوع سیاسی تمام مردم ما قربانی میشه، و متهم اصلی را ما کشور پاکستان میدانم، چون تا به حال ما برای ما همگی ما ثابت شده که طالبا از طرف پاکستان سپورت میشن، از اونجا ترینینگ خود میگیرن، حمایت میشن و تمام پولای خود از اونجا میگیرن. ببینین طالبان اگر ما تمامشان یک جای کنیم، بیشتر از چند هزار طالب بیشتر نیست. ما قوای هوایی داشتیم، ما امنیت داشتیم، ما نظامی داشتیم، رئیس جمهور داشتیم. چطور میتونه یک مملکت در ظرف 2 الی 3 روز بسته کلاپس شوه و یک چند تن طالب که از پشت کوه اومده دولت بگیره؟ اصلا قابل باور بر من نیست، قابل تصور نیست. It's very shocking. با توجه به اینکه برای شما یک چهره شناخته شده هستید، در کشورهای دیگه هم برای شما میشناسن، سالیان سال به عنوان هنرمند مطرح فعالیت دارید، وقتی خلیلزاد نشست با طالبان توافق نامه نوشت، اون موقع چرا صداتون رو بلند نکردید؟ اون موقع چرا واقعا نایستید؟ شاید هم ایستادید، ولی من الان با توجه به اینکه دیگه تبدیل به یک فاجعه شده دارم میگم، وقتی دیدید داره این قضیه جدی میشه، آیا خطر رو اینقدر نزدیک میدیدید، اینقدر باور میکردید که یه دفعه به جای برسه که در عرض 2 روز یهو همه چیز بره رو هوا؟ چرا من خودم شخصا صدای من از اون روز اول بلند کردم که مسئله صحبت ها با طالبان بود، و همیشه مکررن من صدای من بلند میکردم، پوست میکردم در فیسبوک، در سوشل میدیا، و سوال من این بود که وقتی که در دوحه میرن، اول چرا خانم ها اونجا نیست؟ چرا به نمایندگی از خانم های افغانستان فقط 1 الی 2 خانم وجود داره؟ چرا مثلا اینا درباره خانم ها همه چیز واضحی نمیسازن که آینده خانم ها در افغانستان چی میباشه؟ یعنی من هیچ وقت آرام نبودیم، همیشه بدون استاپ و بدون ماندگی در ضد طالب صحبت کردیم و نشته کردیم و همیشه کنسرن خود نشان دادیم. الان برنامه‌تون چیه خانم سعید؟ الان فکر می‌کنید که زن‌های افغانستانی چه کاری باید انجام بدن؟ با توجه به اینکه جامعه بین‌الملل به نظر می‌رسه که در
سکوت محض به سر میبره، ابراز نگرانی میکنه، تو روزنامه ها مینویسن، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که رئیس CIA رفته دیروز با طالبان نشسته صحبت کرده. هیچ کس هم نمیدونه محتوای اون صحبت چی بوده، ولی یقینا که دغدغه زن افغان رو نداره. واقعا همه طور است، همگی به گفته شما دارن نگاه میکنن، تماشا میکنن که در افغانستان چی وجود داره. اگر پست آخری مرا در اینستاگرام ببینین، ما دایرکت پست خدا برای خود آقای رئیس جمهور امریکا گذاشتیم و برش گفتیم که ما اصلا باور نمیکنم که شما افغانستان به این تا تنها رها کردین. و خب مثل که بیشتر گفتم، امو گیما و یا بازی های سیاسی است که متاسفانه در افغانستان جریان داره و ما برای خانم های افغانستان فعلا خودم شخصا آینده خوب نمیبینم، به خاطر از اینکه درست از طالبا یک چهره دیگر را میخواهیم بر دنیا نشان بدن که مبادا زنا را اجازه میتن که اونا حق و حقوق خود داشته باشند، ولی گارانتی از دیگه پس اینا در کجاست؟ یکی و دوم، ما فکر میکنم این کار را به خاطر میکنن که میخواهیم دنیا اونا را به طور رسمی منحص دولت نو افغانستان بشناسه. ولی من از طرف خود آخرین کوشش خودم میکنم که از اینجا آواز زنایی که در افغانستان هستن و آواز خودشان ندارن آوازون از اونا باشه. من در روز شاید 20 الی 30 انترویو دارم و تمامش را میگیرم به خاطر که صدای زن افغانستان باشم. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. آریانا سعید، خواننده و هنرمند افغان، هنرمند افغان که همراه ما بودن، سپاسگزارم از شما که به ما پیوستید خانم سعید. با ما همراهیم با همراه ساقب، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر.